ساقی همکارم از تلاوی همراه ما است. بابک، دقایقی پیش بود که نیویورک تایمز مقاله منتشر کرد، اطلاعات جدیدی منتشر کرد درباره نحوه کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران که نشون میده یک انفجار در داخل ساختمان رخ داده. جزئیاتش از تو بشنویم بیشتر. پاریسا، یک خبر بسیار دراماتیکی هستش، زیرا تا کنون همه میگفتند که یک موشک یا یک کوارتروپر یا حتی یک ریزپرنده موشکی به سوی اتاق هانیه شلیک کرده، اما از نیویورک تایمز از سوی 7 مقام خاورمیانه از جمله 2 ایرانی و 1 آمریکایی میگوید که اسماعیل هنیه، یکی از رهبران ارشد حماس، روز چهارشنبه توسط یک بمب که مخفیانه در محل اقامتش در تهران کار گذاشته شده، ترور شده. به گفته 5 تا از مقامات خاورمیانه، بمب تقریبا 2 ماه پیش در مهمانخانه مخفی شده بود. این مهمانسرا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره میشه، محافظتش دست سپاه پاسدارانه و بخشی از محوطه بزرگی هستش که به نام نشاط در محله مجلل در شمال تهران شناخته میشه. هنیه برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری در پایتخت ایران حضور داشت. این 5 مقام میگویند که بمب از طریق کنترلر از راه دور منفجر شده، پس از اینکه تایید شده که هنیه در اتاقش هستش و در این انفجار محافظ او که همراه او در این اتاق بوده نیز کشته میشه. به گفته این 2 مقام ایرانی، اعضای سپاه پاسداران در جریان این حادثه گفتند که این انفجار ساختمون را میلرزونه، برخی از شیشه ها را میشکنه، باعث ریزش جزئی از دیوار بیرونی میشه، همینطوری که در عکسی که نشون دادیم نشون داده میشه که قسمتی از دیوار ریخته. و باز برمیگردیم به تیتر خبرمون که اسماعیل هنیه برخلاف آنچه که پیش از این گفته شده بود، بر اثر یک بمب که در داخل مکانی که او اقامت داشته و توسط سپاه پاسداران مدیریت میشه کشته شده. این انفجار از کنترل از راه دور بوده. این نشانی از اطلاعات و یا شاید فوق اطلاعاتی هستش که عاملی که در پشت این عملیات بوده نه تنها از اون اطلاع داشته، بلکه توانسته که این بمب را به گفته نیویورک تایمز 2 ماه قبل وارد این مهمانسرا بکنه، کار بذاره و بدونه که کی اسماعیل هنیه در اونجا هستش و این بمب را منفجر بکنه. کشته شدن اسماعیل هنیه حال به هر صورتی یک خبر بسیار مهم و پرتنش برای تمامی منطقه هستش. به گزارش رویترز، مقامات جمهوری اسلامی و سازمان‌هایی که وابسته به اون هستند، مانند حزب الله، حوثی‌ها، هشت الشعبی و دیگران، همه برای گفتگو در رابطه با واکنش جمهوری اسلامی علیه اسرائیل با یکدیگر دیدار کردند. تصمیم بر این هستش که انتقام گرفته بشه، واکنش نشان داده بشه. چه زمان و چگونه هنوز معلوم نیستش، اما تصمیم بنا به خواسته علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده. یک مقام پنتاگون میگوید که ایالات متحده خودش را برای این واکنش جمهوری اسلامی آماده میکنه، بیش از 12 کشتی جنگی را به منطقه آورده. در میان این کشتی ها ناوهای هواپیمای بر USS و تئودور روزولت هم هستند. همه اونها منتظر هستند که ببینن واکنش جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان برای کشته شدن اسماعیل هنیه و یکی دیگر از مقامات مرد دوم حزب الله لبنان فؤاد شوقی که اون هم به دست اسرائیل کشته شد چه هستش.